پژوهشگران با انجام یک تحلیل ژنتیکی جدید بر روی داده‌های بازار ووهان چین به سرنخ‌هایی در مورد منشأ احتمالی ویروس کرونا دست یافتند. یافته‌های جدید فرضیه انتقال ویروس از حیوانات به انسان‌ها را تقویت می‌کند، اما همچنان به طور قطعی پاسخ نمی‌دهد که آیا کووید 19 از یک منشأ حیوانی یا آزمایشگاهی سرچشمه گرفته است. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. پژوهشگران در یک مطالعه جدید که نتایج آن در مجله سل منتشر شده، به بررسی داده‌های ژنتیکی بیش از 800 نمونه جمع‌آوری شده از بازار عمده فروشی غذاهای دریایی حیوانان در شهر ووهان چین پرداختند. این نمونه‌ها که توسط مقام‌های چینی در اوایل ژانویه 2020 جمع‌آوری شده بود، به بررسی احتمال انتقال ویروس کووید 19 از حیوانات به انسان‌ها پرداخته است. در این تحقیق، پژوهشگران توانستند گونه‌های جانوری مختلفی را که احتمالاً در انتقال ویروس نقش داشتند، شناسایی نمایند. برای مثال، سگ راکون معمولی بیشترین نمونه‌های مثبت از ویروس سارس کووید 2 را در غرفه‌های بازار داشته است. همچنین دی ان ای حیواناتی مانند گربه زباد و موش بامبو در نمونه‌های محیطی آلوده به ویروس یافت شده است. مایکل وروبی از دانشگاه آریزونا و یکی از نویسندگان این پژوهش بیان کرد: این تحلیل به تکمیل تصویری که پیش از این تا حد زیادی مشخص بود کمک می‌کند و به درک بهتر از نحوه شروع پاندمی می‌افزاید. با این حال هنوز نتایج قطعی درباره منشأ نهایی ویروس ارائه نشده است. محققان تأکید کردند که این پژوهش فرضیه منشأ حیوانی ویروس را تقویت می‌کند، اما همچنان مناقشات در مورد نقش احتمالی آزمایشگاه در این ماجرا ادامه دارد.